آقای صبا، خیلی خوشحال هستم که شما دعوت ما رو قبول کردید برای این مصاحبه. قبل از هر چیز میخواستم بگم که وقتی این دعوت ما رو شما شنیدید به عنوان تلویزیون کردی، برداشتتون چی بود در اول؟ من خیلی خوشحال شدم که فرصتی پیدا میکنم که با کردهای جهان که این برنامه شما رو ببینن صحبت بکنم. و حال ما ایرانی ها خیلی نزدیک هستیم به کردها، حالا چه کردهایی که در ایران هستن، ترکیه هستن، سوریه هستن، عراق هستن یا جاهای دیگه هستن، ما خیلی نزدیک هستیم. من خودم خانوادگی ریشه های کردی دارم، برای من خیلی خوشحال شدم که بتونم با بینندگان کرد شما صحبت بکنم. خیلی خیلی متشکرم. ما قبلا از رادیوی بی بی سی شروع بکنیم، چون میدونیم که در سال 2010 70مین سالگرد به اصطلاح پخش برنامه رادیوی بی بی سی، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی شروع شد و اینها، و به این مناسبت در فکر کنم به یک مستندی از بی بی سی پخش شد که در اونجا اشاره میشه به یک به اصطلاح برخوردهای از نظر تاریخی که برای تاریخ معاصر ایران اهمیت داره، به عنوان مثال جریان ملی شدن صنعت نفت در زمان دکتر مصدق، و اینکه در اون دوران به علت اختلافی که بین کارمندان فارسی زبان بی بی سی بوده که اونا مجبور شدن در واقع انگلیسی هایی که فارسی میدونن در برنامه شرکت بدن و اینا، موضوعات دیگه که میدونید مثلا انقلاب ایران و اینها، اینا همش در واقع در برنامه های رادیوی بی بی سی ضبط هست. شما هیچ فکر کردین که اینو به طور مکتوب مثلا در اختیار نسل تازه ایرانی ها قرار بدید؟ ایده بسیار خوبیه اگه یه روزی بخوایم این کارو بکنیم، ولی رادیوی بی بی سی که همینطور که شما اشاره کردید در این 70 و چند سال که از عمرش میگذره نقش مهمی بازی کرده در خبررسانی برای فارسی زبانان جهان. از زمان رضا شاه تا زمان انقلاب سال 57 تا الان که 30 سال از انقلاب میگذره، رادیوی بی بی سی یکی از منابع مهم خبری برای ایرانی ها بوده. و البته در حدود 10 سال پیش همکاران من یک مستند رادیویی درست کردم به نام انقلاب ایران که همین تاریخچه بی بی سی بوده، ولی با صدا، مکتوب نبوده، که اون خیلی مفصل هست. بعدن اونو یه عده‌ای به صورت کتاب هم در آوردن، در ایران هم چاپ شده و موجود هست. ولی به هر حال نقش بی بی سی فارسی بسیار مهم بوده در تحولات، در گزارش تحولات 70 سال اخیر در ایران و تا حد زیادی در افغانستان، چون ما افغانستان هم برنامه پخش میکنیم. مثلا من به عنوان مثال در مورد شرکت یک در واقع زبانشناس و یک شخصیت کردی که سالها مقیم انگلستان بود و در دوران رژیم پادشاهی در عراق چندین دوره وزیر فرهنگ بود در عراق، سالهای 70 1970، اون موقعی که آقای حجیر تیموریان در بی بی سی فارسی، رادیو بی بی سی کار میکردن، با ایشون یه مصاحبه کردن به مناسبت نوروز. بعد ایشون در سن، این آقای توفیق وهبی بک در سن 80 و چند سالگی در لندن فوت کردن، و فکر کنم تنها چیزی که باقی مونده باشه در واقع اون مصاحبه صوتی هستش که آقای تیموریان با ایشون انجام دادن. مثلا این برای کردها خیلی ارزشمنده، در واقع اگه بشه یه جورایی کپی اینو به دست آورد. اگر حتما تو آرشیو ما هست، اگه کسی علاقمند باشه ما سعی میکنیم براش یه کپی رو بدیم. از این جور چیزها خیلی در آرشیو بی بی سی هست. بسیاری برای اولین بار صداشون از اینجا پخش شده، یا با بی بی سی مصاحبه کردن، یا خبرها رو از اینجا شنیدن. از این جور چیزها در بی بی سی خیلی زیاد هست. آرشیو به طور کامل باقی مونده، یعنی از این 70 سال؟ یعنی بسیاری چیزها رو ما داریم، بسیاری چیزها رو داریم، بسیاری چیزهای مهم رو داریم همچنان در آرشیو بی بی سی. البته به صورت صدا دیگه، همه به صورت صدا، خیلی چیزهای مهم در آرشیو ما وجود داره. بله. بعدن فعالیت دیگه ای که در واقع در زیر سرپرستی شما انجام میگیره بودن این آنلاین یا به هر حال سایت بی بی سی فارسی هستش. اینو فکر کنم چندین ساله که یعنی قبل از تلویزیون راه افتاد. بله، آنلاین بی بی سی حدود 10 سال پیش راه افتاد. در ابتدا خیلی محدوده کارش زیاد نبود، ولی الان آنلاین ما 24 ساعت است که از لندن و واشنگتن اداره میشه. این موقعی که در لندن خوابند،
در واشنگتن بیدارند و آنلاین ما دائما به روز میشه و نه فقط خبر داره بلکه تحلیل داره. مدتی یک ستون ناظران چی میگویند هم درست کردیم که افرادی که خارج از بی بی سی هستند و نظر دارن بتونن نظرشون رو منعکس بکنند، ضمن اینکه تحلیلگران بی بی سی هم خب همچنان همکاران و من مطلب می نویسن. بعد مطالب خبری داریم. یکی از موفقیت های سایت ما صفحات ویژش بوده که به مناسبت های خاص ما صفحه ویژه درست کردیم، مثلا در مورد بختیار یا در مورد گروه های چریکی در ایران یا اینا، و بعدا اینا خیلی منبع مهمی شد برای دیگران، چون افرادی که شاید هیچ موقع در مورد هیچ چیزی ننویسن یه دفعه میان در یه موضوع خاص می نویسن. به این صفحات ویژه نقش مهمی بازی کرده برای اطلاع رسانی و حتی تاریخی که افراد این منبع خام هست، برای اینکه همونطور که گفتم خیلی برای اولین بار در اینجا مثلا از خاطراتشون می نویسن موقعی که مثلا چریک بودن در زمان شاه مثلا فرض کنید، یا مسائل متنوع دیگر. و می دونیم که شما خب در واقع برنامه هاتون مشخصا مثلا بر هم برنامه رادیو هم برنامه تلویزیون تنها برای فارسی زبانان در ایران نیست، برای افغانستان و تاجیکستان هم برنامه پخش میکنید. در این مثلا آنلاین بخش تاجیکیش که به خط مثلا سیریلیک هست اونم مورد توجه هست؟ یعنی بله بله بله. ببین بی بی سی فارسی بی بی سی ایران نیست. بعضی از ایرانی ها تصورشون اینه که این چون فارسی در ایران صحبت میشه باید همه مطالب بی بی سی فارسی مربوط به مسائل ایران باشه، که اینطوری نیست. بی بی سی فارسیه، اصولا بخش زبانهای خارجی بی بی سی جهانی تقسیماتش بر اساس زبان هاست نه کشورها. ما زبان عربی داریم، زبان فارسی داریم، اسپانیایی و غیر و ذالک. بنابراین ما هم مسائل افغانستان رو پوشش میدیم، هم مسائل تاجیکستان. در افغانستان یه دفتر بسیار بزرگی داریم، خیلی اونجا همکاران ما اونجا هستن، هم برای تلویزیون هم برای رادیو هم برای سایت ما کار میکنن. در تاجیکستان هم همینطور. من اخیرا رفته بودم تاجیکستان که دفتر ما رو ببینم. اونجا هم حدود 10 نفر ما همکار داریم که هم به زبان به خط فارسی می نویسن هم به خط سیریلیک. هر دو هنوز کاربرد داره. بله بله. خط سیریلیک هست برای اینکه تاجیکا بعد از استقلالشون در ابتدا سعی کردن خط فارسی رو بکنن خط اصلی و رسمی در اونجا، ولی به هر حال بعدن به دلایل سیاسی تصمیم گرفتن که همچنان خط سیریلیک رو نگه دارن. بنابراین الان خیلی از مردم تاجیکستان اگه شما به فارسی فقط بنویسید متوجه نمیشن. بنابراین ما هم سیریلیک داریم برای تاجیکستان، هم فارسی داریم برای تاجیکستان. البته در این موضوع در این باره دوباره به حساب برمیگردیم به این مسئله، ولی من یه جایی خوندم که یکی از کارشناسان زبان در تاجیکستان در واقع صحبت کرده بود از اینکه اگه این خط به اصطلاح به همون خطی که در ایران رایج هست تبدیل بشه ممکنه لطمه بزنه به مسئله آموزشی در تاجیکستان در شرایط فعلی. احتمال داره، برای اینکه ما کار ما در بی بی سی این نیست که بگیم مردم به چه خطی بنویسن یا با چه زبانی صحبت بکنن، اون مربوط به مردم ها، مردم و دولت ها هستن. ما وظیفمون خبررسانی و اطلاع رسانی است. اگر در تاجیکستان خط اصلی خط فارسی باشه و مردم اونو بفهمن ما با فارسی می نویسیم. اگر متوجه بشیم که خب این براشون سخته طبیعتاً خط سیریلیک می نویسیم. ما تصمیم نمی گیریم، چون بعضی انتظار دارن فارسی کار کنیم. در تاجیکستان یه عده‌ای هستن معتقدن که باید خط فارسی خط اصلی بشه در اونجا و زبان فارسی به شکلی که در ایران صحبت میشه در تاجیکستان هم به اون شکل صحبت بشه. من چون موقع تاجیکستان بودم این بحثا رو زیاد میشنیدم، ولی ما وارد این بحثا نمیشیم، کار ما نیست. ولی از نظر به هر حال نگارشی یعنی نوشتنی و اینا نوشتاری در واقع از اونجایی که اون خط سیریلیکی که به کار برده میشه خط فونیمیکه، یعنی شما برای هر صدایی که در زبان دارید یه نشانه هم در نوشتار دارید، در واقع کاملتر از خط فارسی که الان در ایران رایجه. احتمالا همینطوری که شما میفرمایید، برای اینکه ما در فارسی مشکلاتی هست در خط فارسی دیگه. خیلی از در واقع صحبت میکنن. بله بله، خیلی صحبت در گذشتن میدونی بارها صحبت شد که خط فارسی خط لاتین بشه، ولی خب هیچ موقع عملی نشد به دلیل همین مشکلی که شما میگید. منم موقعی که در
شمال ایران مدرسه میرفتم یکی از مشکل این درسام املا بود، نوشتم همون بود، حتما شما هم همینطور و دیگران هم، یعنی یاد گرفتن چگونه بنویسیم یکی از کارهای سخت بوده دیگه، چون ما سه جور مثلا سه داریم، سین داریم، صاد داریم، سه نقطه داریم و این آسون نیست. بله. حالا بگردیم یه مقدار در مورد تلویزیون صحبت بکنیم. میدونیم که در واقع الان در این نزدیکی ها چهارمین سال فعالیت تلویزیون بی بی سی شروع میشه. قبل از اینکه به محتوای برنامه های تلویزیونی بپردازیم، میخواستم سوال بکنم که در واقع راه اندازی برنامه تلویزیونی تأثیری داشته در برنامه مثلا رادیو یا اینا، در کم کردن ساعتاش یا هرچی؟ نه، در مجموع نداشته، سایت که اصلا نداشته، برای اینکه سایت از موقعی که تلویزیون تأسیس شد سایت گسترش هم پیدا کرده، ولی رادیو ما یه مقدار کم شد، بخش عصر ما که قبلا یه برنامه مستقل بود خب الان نیست، به جاش تلویزیون رو اونجا پخش میکنیم. علتش هم نه به خاطر تلویزیون، علتش اینه که اصولا رادیوی موج کوتاه در دنیا در از اهمیتش کم میشه و بی بی سی بیشتر در جاهایی به کار رادیوییش ادامه میده که بهش اجازه بدن اف ام پخش کنن در اون کشور، مثلا افغانستان الان رادیوی دری یا همون فارسی بی بی سی با اف ام شما میتونید از طریق اف ام گوش بدید، کیفیت خیلی خوبیه، برای اینکه در این دور زمانه که مردم دسترسی دارن به تلویزیون و رادیوی اف ام و امکانات دیگری که وجود داره، دیگه شنیدن به برنامه رادیویی از طریق موج کوتاه با خشخشی که داره و همیشه یه خورده داره به اصطلاح از مود خارج میشه، مثلا چندی پیش شما موسیقی رو باید از طریق صفحه بشنوید، الان دیگه کسی صفحه استفاده نمیکنه، الان همه سی دی دارن یا روش های دیگه میشنون. خب به این دلیل تلویزیون، خب بیشتر تلویزیون بی بی سی فارسی بیشتر روی مسائل خبری یعنی تاکید میکنه به طور یعنی عمدتاً برنامه‌هاش، در زمینه در واقع سیاست گذاری در مورد تهیه خبر اگه ممکنه مقدار توضیح بدید. ببین فقط خبر نیست تلویزیون فارسی بی بی سی، ما تلویزیون فارسی روز 16 ساعت برنامه داریم که 8 ساعتش زنده است، 8 ساعتش با یه تغییراتی بعداً تکرار میشه ولی تکرار کامل نیست. اون 8 ساعت اول اگه بخواید شما نگاه بکنید نصف نصفه، یعنی حدود نصفش خبره، نصفش برنامه‌های دیگه است که برنامه‌های هنری هست، فرهنگی هست، ورزشی هست، تکنولوژی هست، بحث هست و همه اینا هست. ولی تکیه اصلی مسئله خبره نه؟ بی بی سی فارسی ببینید شما میتونید یه کانالی داشته باشی که فقط خبر باشه که هست در دنیا که 24 ساعته کارش خبررسانی، بی بی سی فارسی همچین خبر کانالی نیست، نصف کارش خبره، یعنی بین بولتنهای خبری ما برنامه‌های دیگه داریم، ولی خب من میپذیرم که کار اصلی ما خبره ولی فقط کانال خبری نیستیم. خب در مورد تهیه خبر و سیاست پشتش در مورد تهیه خبر، ببین بی بی سی فارسی بخشی از بی بی سی کله، یعنی ما بخشی از بی بی سی جهانی هستیم و بی بی سی جهانی هم بخشی از بی بی سیه، یعنی بی بی سی داخلی جهانی، همه ما یک سیاست واحد خبری داریم که ما انگلیسی بهش میگیم ادیتوریال گایدلاینز، که یه کتابچه‌ایه که طبق اون همه کسانی که در بی بی سی کار میکنن باید طبق اون عمل بکنن، که این کتابچه الان نمیدونم اولین بار کی تأسیس شده، خود بی بی سی به زودی 90 سالش میشه و سالهای طولانی این گایدلاین ما داشتیم، دستور عمل داشتیم و هر 5 سال هم با توجه به تحولات بازبینی میشه و مسائلی جدیدتر درش وارد میشه، مثلا الان شبکه‌های اجتماعی که چیز جدیدتری اومده اونجا، ما طبق اون عمل میکنیم که اصول اصلی بی بی سی بی‌طرفیه، سیاست اصلی که ما در بی بی سی داریم ایمپارشیالیتی که انگلیسی بهش میگیم، یعنی بی‌طرفیم، یعنی ما جهت نمیگیریم در مورد خبر، نمیگیم کار این درسته، کار اون غلطه، این دولت جنایتکاره یا اون گروه مخالفش وحشیه یا تروریسته، ما همچین اصطلاحاتی استفاده نمیکنیم، اصلا کار ما هم نیست، ما کار ما خبررسانی است، از هر دو طرف هم میگیم و معتقدیم که بینندگان باید خودشون تصمیم بگیرن، بنابراین اصل اول ما بی‌طرفی است و بعد دقته، مثلا دقت خیلی در بی بی سی برای ما مهمه که ما همیشه دوست داریم چیزی رو که بالاخره منتشر میکنیم چه در اینترنت چه در رادیو چه در تلویزیون
مخاطب ما احساس بکنه که این درسته، دیگه لازم نیست بره جای دیگه چک بکنه که این اتفاق پیش اومده یا نه. چون ما خودمون تا مطمئن نشیم یک خبر یک واقعی درسته پخش نمی کنیم. همیشه برای ما درستی خبر مقدم بر سرعته. چون بعضیا میگن چرا بی بی سی بعضی وقت مثلا دیر خبر ما نکسه، برای اینکه میخوایم مطمئن بشیم. مثلا دقت برای ما خیلی مهمه. و بعد انصاف هست، برای ما انصاف خیلی مهمه. فیرنس انگلیسی بهش میگیم. ما در خبررسانی باید فیر باشیم، یعنی نظرات مختلف رو بهش اهمیت خاص بدیم و منعکس بکنیم. مثلا این نظر چه خوشمون نمیاد منعکس نکنیم ما وجود نداره. فیرنس یه بخش اساسی از کار ماست و تراست، و ما دوست داریم که مردم به ما اعتماد داشته باشن. و برای همینه که اخیراً که در یکی از برنامه های بی بی سی انگلیسی در برنامه نیوز نایت مشکلی پیش اومد، بلافاصله بالاترین فرد در بی بی سی استعفا داد به خاطر اشتباهی که صورت گرفته بود. یعنی در این تشکیلات انقدر اشتباه کم صورت میگیره که اگه یه روز صورت بگیره بالاترین مقام در این تشکیلات به دلیل این مسئله استعفا میده، که به نظر من این افتخاری برای این تشکیلات که انقدر به مسئله درست بودن خبر اهمیت میده. حالا این مسئله رو شما ترک کردین، میخواستم اینجا سوالی بکنم، این مسئله به کجا کشیدنی؟ الان به اصطلاح دایرکتور جدید یا رئیس جدید بی بی سی که انتخاب میشه؟ ببینید، مسئله اصلی شاید برای بینندگان شما من توضیح بدم اینه که یه برنامه در کانال 2 بی بی سی هست به نام نیوز نایت، که برنامه تحلیلی خبری عمیق هر شب پخش میشه. و در اون برنامه اینا یک گزارشگرانشون یک مطلبی تهیه کرده بودن در مورد سوء استفاده جنسی یکی از مجریان سابق بی بی سی در حدود 30-40 سال پیش، که ادیتور اون برنامه ظاهراً تصمیم گرفت اینو پخش نکنه. حالا چرا تصمیم گرفت؟ دلایلش چی بود؟ موضوع یه تحقیقی، یعنی بعد از اینکه مسائل روشن شد یک فردی تعیین شد خارج از بی بی سی که بره تحقیق بکنه چرا این پخش نشد، دلیلش چی بوده، آیا ما... و اون هنوز منتشر نشده. ما منتظریم که منتشر بشه و دقیقاً معلوم بشه که چرا تصمیم گرفت شد اون برنامه پخش نشه. ولی بعد از اون در همون برنامه یه برنامه دیگری پخش کردن که اون هم اشتباه بود، و در اونجا یه سیاستمداری رو متهم کردند به سوء استفاده جنسی از کودکان که اشتباه بود، و به اون دلیل بود مدیر کل بی بی سی استعفا داد برای این برنامه دوم، که بعدا معلوم شد این اتهام نادرستی بوده که وارد شده. در مورد برنامه اول هنوز ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید، ولی در مورد دوم خب دقیقاً معلوم شد که اشتباه بوده. اون کسی که شهادت داده بود خودش هم پذیرفت که اشتباه کرده بود. ما معتقدیم که یه مقدار اصول دقت که در بی بی سی وجود داره رعایت نشده بود، به همین دلیل هم مدیر کل بی بی سی استعفا داد و حالا یه مدیر کل جدیدی آقای تونی هول که قبلا از مدیران ارشد خبری در بی بی سی بوده ولی بعدا رفته بود در رویال اوپرا هاوس لندن اونجا کار میکرد، برمیگرده چند ماه دیگه که میشه مدیر کل جدید بی بی سی. یعنی فکر میکنید که این به اصطلاح بحرانو شما دیگه پشت سر گذاشتید تا حدی؟ ما فکر میکنیم، نه فقط من شخصا فکر میکنم، نه فقط پشت سر گذاشتیم تا حد زیادی، بلکه این بحران ما رو قوی تر کرده. برای اینکه این درسیه کاری که ما کردیم برای تمام رسانه های دنیا که درس بگیرن. اولا انقدر مسئله درستی خبر باید براشون مهم باشه که اگر از اشتباه میکنن بپذیرن که ما اشتباه کردیم، و بعد مسئولیت قبول کنن. در این تشکیلات یه نفر اومد مسئولیت قبول کرد که بالاترین فرد بوده، هیچ نقشی هم در اون برنامه نداشته، هیچ نقشی نداشته. چون بی بی سی تعقیب نکرده اونطوری. آره دیگه، در بی بی سی شما در روز صدها ساعت برنامه پخش میکنید. یک فردی که در اون بالا هست که نمیتونه همه برنامه رو ببینه چه خبره، ولی با وجود این خب مسئولیت قبول کرد. از این جهت به نظر من نشونه قدرت هست در این تشکیلات که چقدر به خبر اهمیت و درستی خبر اهمیت میده، و اگر اشتباهی بشه که استعفا میده. به نظر من همچین چیزی در خیلی از کشورها اتفاق نمیفته. من شما حتما میدونید در کشورهای جهان سوم، در ایران، در نمیدونم عراق، در
خیلی از کشورهای دنیا، حالا من مثال نزنم، اگر دائما اشتباه میکنن، اشتباه عمدی غیر عمدی، و کسی هم از جاش تکون نمیخوره. در این تشکیلات اولا ما پذیرفتیم که اشتباه کردیم، و بعدش هم بزرگترین شخصیت این کانال، این تشکیلات بی بی سی استعفا داده. به نظر من فکر کنم این ما را قوی تر میکنه، نشون میده که چقدر مسئله درستی خبر اینجا مهمه در این تشکیلات. حالا بگردیم رو مسئله خبر. این شما به هر حال بعضی از خبرهایی رو که تهیه میکنید بر پایه گزارشات خبرنگارانتون هست در کشورهای مختلف، نه؟ در جاهایی که این خبرنگار ندارین، مثلا در مورد ایران که الان به طور در واقع آزاد نمیتونید فعالیت داشته باشید، این مسائل منابع خبری رو چجوری در واقع چک میکنید؟ ببینید، ما در بی بی سی قانون داریم، بهش میگیم گلدن رول، قانون طلایی بی بی سیه، و اون اینه که هر خبری رو برای اینکه منعکس بکنیم باید دوتا منبع معتبر مستقل از هم تاییدش بکنن. در ایران هم ما اگه بخوایم مثلا فرض بکنید خبرگزاری رویترز که در ایران هست و خبرگزاری آژانس فرانس مال فرانسه است در ایران هست، یا حالا اسوسییتد پرس یا بقیه خبرگزاری مهم، اینا اگه دو تا تایید بکنن، از نظر ما اون خبر تایید شده است و ما مشترکاتشون رو به عنوان خبر تایید شده منعکس میکنیم. البته در جایی که خودمون خبرنگار داشته باشیم، همون یه نفر خبرنگار کافیه. و در مورد چیزهایی که از رسانه‌های دولتی گفته میشه، دیگه احتیاج به دو منبع نداریم. مثلا اگر رادیو ایران امروز اعلام بکنه که آقای خامنه‌ای مثلا این دستور رو داده یا آقای احمد نژاد اینو گفته یا این اتفاق افتاده، برای ما منبع است دیگه، لازم نیست بریم یه جای دیگه. منابع رسمی یا مثلا ایرنا، خبرگزاری رسمی ایرانی. در مورد کشورهای دیگه هم همینطور، موقعی که کانال‌های رسمی بگن، از نظر ما در مورد گروه‌های اپوزیسیون اون کشورها هم کارو می‌کنید یا نه؟ در مورد گروه‌های اپوزیسیون در صورتی می‌کنیم که واقعا یک سابقه درست کرداری داشته باشن و ما بتونیم واقعا تایید بکنیم چیزایی که دارن میگن. برای اینکه ببین، دولت، ما میگیم خب دولت اینو گفته و اگه اشتباه میگه و مسئولشه. در مورد اپوزیسیون هم ممکنه بعضی اوقات بخواد در مورد یه خبری مبالغه بکنه، و به هر حال ما موقعی که منعکس بکنیم، مسئولیت تا حدی به عهده ما خواهد بود. بنابراین ما سعی میکنیم خبراشون از طرق دیگر هم تاییدشو بگیریم. ولی مثلا در مورد ایران اگه بازم بخوایم مثال بزنیم، ما الان بعضی از سایت های گروه های اپوزیسیون رو، چون در سالهای اخیر نشون دادن که خبراشون جدیه و اونا هم دقت لازمه رو میکنن، با حتی به عنوان یک تک منبع استفاده میکنیم. ولی باید مطمئن بشیم، اگه بعد یه دفعه اونا هم نادرست بگن و اینا به کار شما ممکن لطمه بزنه، صدمه میزنه دیگه. یعنی ما مشکل خاصی نداریم از گروه اپوزیسیون استفاده بکنیم، ولی نمیخوایم خدای نکرده این کار باعث بشه که به ما صدمه بزنه، چون مخاطب میگه من اینو از بی بی سی شنیدم یا از بی بی سی در بی بی سی خوندم یا دیدم، نمیگه که بی بی سی به نقل از فلان کس گفته بود. بنابراین ما باید تا حد زیادی مطمئن بشیم. برای یکی از منابع اصلی خبری ما حتما اپوزیسیون هست. حتما مثلا شما فرض بکنید اگه در ایران یک نفر رو بگیرند، یک نفر رو آزار برسونند، ما با خانوادهشون همیشه صحبت میکنیم و برای ما به عنوان یک منبع کافیه. اگه یک مادری بیاد بگه پسر من دیشب گرفتن، شکنجهش کردن، مثل فرض کنید مادر ستار بهشتی فرض کنید، برای ما کافیه. به هر حال مادره و در مورد خانوادهش داره صحبت میکنه. یا منابع معتبر که از نظر ما معتبر باشن، ما استفاده میکنیم، هیچ ابایی نداریم. ولی به هر حال باید معیارهای خودمون رو استفاده بکنیم که مطمئن باشیم اون چیزی رو که ما پخش میکنیم درست است. یکی دیگه از در واقع دستگاه‌هایی که در چارچوب بی بی سی مثلا جهانی فعالیت داره، این مونیتورینگ سرویس هستش. اگه ممکنه راجع به این کار یه مقداری توضیح بدین. و دوم که در بی بی سی فارسی، چه در رادیو و چه در تلویزیون و چه آنلاین، تا چه حدی از این داده هایی که از طرف مونیتورینگ سرویس مخصوصا در ارتباط با کشورهایی که بی بی سی برنامه‌هاشو برای اونجا میفرسته استفاده میکنید در خبر؟ مونیتورینگ سرویس یه بخش جدای ناپذیر بخش جهانی بی بی سیه و بودجش هم بخش جهانی بی بی سی تامین میکنه. و اینا کارشون اینه که در یک جایی در انگلستان در نزدیکی های لندن به نام کاورشام که مرکزشون اونجاست، و البته دفاتر هم در کشورهای مختلف دارن،
مثلا در آذربایجان، جمهوری آذربایجان دفتر دارن، در جاهای دیگه دارن. اینا کارشون مانیتور کردنه، یعنی اینکه کانال ها و رادیو ها و مطبوعات کشورهای مختلف رو گوش میدن، میبینن، میخونن و بعد اینا ترجمه میکنن، ترجمه میکنن و خلاصه شو میفرستن برای مشتریاشون، که یه بخش بزرگ از مشتریاش ما هستیم، ولی رسانه های انگلیسی هم از اینا استفاده میکنن. رسانه های مثلا روزنامه تایمز یا کانال های دیگه، هر کسی میتونه آبونه بشه و از این سرویس استفاده بکنه. دولت ها هم ازش استفاده میکنن، دولت انگلیس، دولت آمریکا، یه سرویس همگانیه، هر کسی میخواد میتونه، چون اونا کارشون فقط ترجمه کردنه، هیچ نظری نمیدن، فقط میگن رادیو ایران امروز اینو گفت یا رادیوی بغداد اینو گفت یا چیزایی دیگه مثل این. برای یه سرویس خیلی مهم، ماده خامیه برای ما ژورنالیستا. ما در بخش فارسی کمتر ازش استفاده میکنیم در مورد ایران، برای که خودمون به منبع اصلی دسترسی داریم که رسانه‌های فارسی زبان ایرانی هست. ولی همکاران من در بخش‌های دیگر بی بی سی خیلی ازش استفاده میکنن. ولی از مانیتورینگ سرویس ما برای در بخش فارسی برای بخش‌های دیگر جهان استفاده میکنیم. در جهان عرب مثلا بخوایم ببینیم امروز مثلا در سوریه در اخبار مثلا مهم ساعت 2 بعد از ظهرشون برفرض چه گفتند، نظر دولت رسمی چیه، خب از مانیتورینگ استفاده میکنیم. رسانه سرویس بسیار مهمیه، ماده خام برای ژورنالیستا. بعدا الان در مورد محتوای بسیار غیر خبری برنامه های تلویزیون ممکن یه مقدار بیشتر توضیح بدید که محتوای این نوع برنامه ها مثلا برنامه، یعنی من خودم خیلی هاشو دیدم البته. بله بله، ببین ما تماشایان ما ممکنه ببین، ما یه برنامه بولتن خبری داریم هر روز که از ساعت 1:30 بعد از ظهر که به وقت گرینویچ ما شروع میکنیم تا 9:30 شب ادامه داره و سر هر ساعتی ما برنامه خبری داریم، هر سر ساعت. علاوه بر اونها ما یه برنامه به نظر من خیلی موفقی داریم، اسمش هست نوبت شما، که 5 روز در هفته پخش میشه از ساعت 3:40 که مردم زنگ میزنن. بله، ما یه موضوعاتی رو ما انتخاب میکنیم و مردم زنگ میزنن و اظهار نظر میکنن. به نظر من مسائلی که ما در اینجا مطرح میکنیم خیلی اوقات مسائل تابوه، مسائلیه که در جاهای دیگه شما نمیتونید در موردش صحبت میکنید. مثلا همین هفته اخیر که برنامه مربوط به ایدز بوده، روز جهانی ایدز بوده، موضوع ایدز بوده، ما 2 کارشناس، 2 دکتر بسیار سرشناس رو دعوت کردیم در این برنامه و مردم زنگ می‌زدن و سوالاتی در مورد مسائل ایدز می‌کردن که شما جای دیگه اصلا فرصتش رو پیدا نمی‌کنید. در مورد هر نوع مسئله، چون مسائل ایدز خورده خب چون مسائل جنسی مقدار رفت داره، مردم به راحتی نمیتونن در جاهای دیگه صحبت کنن، یک کانال جمهوری اسلامی یا در افغانستان یا در جاهای دیگه. این فرصت کانال ما ایجاد میکنه برای بینندگان که در مورد هر موضوعی بتونن صحبت بکنن و اظهار نظر بکنن. این یه حسن این برنامه است. حسن دیگرش اینه که این برنامه به نظر من یک فورمیه، یک میدانیه، یک جاییه برای بحث آزاد، که افرادی که با هم نظر مختلف دارند بتونن با هم بحث بکنن در یک محیط متمدنانه، بتونن با هم بحث بکنن، نظرات مختلف رو بگن و از هم یاد بگیرن. ما هم اینجا فقط مادریت میکنیم، برنامه رو اداره میکنیم، نمیگیم این غلطه، نمیگیم اون درسته، فقط میدانی فراهم میکنیم، فرصتی فراهم میکنیم برای بینندگان در سراسر جهان، از ایران، افغانستان، تاجیکستان، فارسی زبانان دیگر نقاط جهان که بیان و درباره موضوعات مختلف صحبت میکنه. این برنامه نوبت شما. بعد علاوه بر اون خب ما بحثای یه برنامه داریم به نام پرگار که اونم روزهای دوشنبه پخش میشه. برنامه بسیار مهمیه، یکی از برنامه‌های موفق ماست که کارشناسان رو دعوت میکنن و کارشناسان اونجا صحبت میکنن، برخلاف نوبت شما که مردم معمولی صحبت میکنن، اینجا کارشناسان در بازم در مورد مسائل بسیار پیچیده که جواب دقیق نداره، مسائل اخلاقی، مسائل فلسفی. مثلا در هفته اخیر که ما الان هستیم بحث در مورد این بود که آیا یوتونیزیا یا خوشمرگی یا خودکشی کسی که واقعا بیماری ناعلاج داره جونشو خودش بگیره یا دکتر بهش کمک کنه یا فامیلش کمک کنه، آیا درست هست یا نه. خب این مسئله بسیار مهم اخلاقی فلسفی، یه عده معتقدن نه، کسی نباید جان بشر بگیره در این شرایطی. این برنامه به این مسائل میپردازه، برنامه بسیار برنامه‌ایه که کمک میکنه به گسترش اندیشه ها و افکار. و بعد برنامه صفحه 2 داریم که اونجا مسائل سیاسی بحث میشه، برنامه
به عبارت دیگر داریم که اونجا هم با افراد معروف و سرشناس در مورد کارشون، زندگیشون بحث میشه. علاوه بر این مسائل ما برنامه موسیقی داریم، برنامه مکس داریم که برنامه موسیقی فارسی و غیر فارسی هم توش هست، موسیقی جهانی، موسیقی مناطق مختلف ایران هست، کردی هست، ترکی هست، درش موسیقی هست. و بعد برنامه هفتگی داریم به نام کلیک که برنامه تکنولوژی ماست، اونم برنامه خوبیه. یه برنامه داریم به نام تماشا که برنامه بسیار هنریه با تولید سطح بسیار بالا از لحاظ تولید هنری، تولید تلویزیونی. من فکر کنم یکی از بهترین برنامه‌های ماست که در مورد تحولات هنری منطقه، یعنی ایران، افغانستان، تاجیکستان و جهان صحبت می‌کنیم. و برنامه‌های مختلف دیگری ما داریم، برنامه ورزشی مفصل داریم روزهای جمعه به نام ورزش هفت. برنامه های زیادی داریم و در موارد معین هم برنامه بسیار ویژه دارید. فرض کنید مثلا در مورد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. بله، یکی از کارهای دیگه ای که ما میکنیم اینه که یه موضوع مهمی اگه اتفاق بیفته پوشش ویژه بهش میدیم. و یا یک کار دیگه ای که ما در این کانال ما میکنیم اینه که اگر یه خبر مهمی پیش بیاد در منطقه ما، به خصوص در ایران، ما برنامه های معمولیمون رو قطع میکنیم و میشیم یه کانال خبری. مثلا من یادم روزی که آیت الله منتظری فوت کرد که واقعه بسیار مهمی بود از نظر ما، ما هم برنامه هم رو زودتر شروع کردیم در اون روز و هم در طول روز دیگه برنامه های معمولی موسیقی و هنری و تکنولوژی و اینامون رو پخش نکردیم، بلکه فقط مسئله به آقای منتظری و ابعاد نظرات و تبعات فوتیشون پرداختیم. به نظر من یکی از درخشانترین روزهایی که من در بی بی سی کار کردم پوشش اون روز مرگ آقای منتظری بوده. فکر کنم شما یکی از کارهای دیگه هم که نمیدونم این آنلاین هست یا در واقع عنوان کلاس هم هست، مدرسه روزنامه نگاری بی بی سی. بله بله. اگه توضیح بگید. ببین، بی بی سی اصولا یکی از کارهای مهمی که میکنه بی بی سی به طور کل آموزش خبری هست. چه کسانی که وارد بی بی سی میشن، همه ماها، من موقعی که 22 سال پیش وارد شدم دوره های مختلف خبری و آموزشی دیدم که هم با تکنیک خبری آشنا بشیم، هم اصول ادیتوریال بی بی سی را رعایت کنیم، مثل بیطرفی و دقت و انصاف و غیره و اینا. این همچنان این مسئله ادامه داره. از 1-2 سال پیش تصمیم گرفت بخش آموزش بی بی سی که اینا را به زبان فارسی هم تهیه بکنه برای کسانی که از راه دور هم بتونن لاقل بخونن، بشنون و یاد بگیرن که اصول دقیق روزنامه نگاری بی بی سی چی هست، که این الان در سایت ما وجود داره. این هم یکی از کارهای مهمیه که واقعا بی بی سی انجام میده، همین آموزش اصول خبریه. ما فکر میکنیم بهترین روش خبررسانی، خبررسانی نوع بی بی سی که بی‌طرفانه است و مخاطبان خودشون فرصت داشته باشن فکر بکنن، تصمیم بگیرن، تا اینکه ما بهشون بگیم این درسته اون غلطه. حالا ما در واقع به فعالیت‌های 4 ساله یعنی بی بی سی نزدیک میشیم. اینا در این مدت فکر کنم که شما با مشکلاتی هم روبرو بودید. یکی از این مشکلات در واقع اختشاش روی به اصطلاح مثلا موج‌های رسانه‌ای که برای مشخصا در ایران اینا جلوگیری شده از این مسئله، در این مورد یه مقدار توضیح بدید. بعدا از طرف دیگه هم شما فکر کنم چند جایزه ای گرفته بی بی سی فارسی. بله، اینا هم بگید. ببینید، از همون 4 سال پیش که بی بی سی فارسی درست شد، این بعد از حدود مثلا 5-6 ماه مصادف شد با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که انتخابات ریاست جمهوری هم اینطور که همگان اطلاع دارند مناقشه برانگیز شد، چون آقای موسوی و آقای کروبی نتیجه انتخابات قبول نکردند و گفتن تقلب شده و بعدش هم میلیون ها مردم اومدن تو خیابون گفتن رأی من کو، درسته؟ بله. و بعدش هم سرکوب شدید کسانی که در خیابان ها بودن، بازداشت های گسترده، هنوز هم یه دی در زندان هستن، یه دم کشته شدن و اینا. خب ما این واقعه رو گزارش دادیم. این برای مقامات جمهوری اسلامی خیلی سنگین تمام شد. اونا حتی بی بی سی رو متهم کردن که ما دامن زدیم به رفتن مردم به خیابان ها، که مطلقا نادرسته، اصلا ربطی به ما نداره. آقای موسوی و آقای کروبی گفتن ما این نتیجه انتخابات قبول نداریم و ما اینا رو گزارش کردیم. مردم هم 3 میلیون خودشون اومدن بیرون، ما گزارش کردیم. بعدش اینکه دیگه بیرون نیومدن، ما هم گزارش نکردیم.
ولی خب جمهوری اسلامی از همون زمان یک دشمنی خاصی رو در پیش گرفت در مقابله با بی بی سی که به نظر من سیاست بسیار غلطیه، برای اینکه اصلا به نفع نه اوناست، ما هم همچین چیزی رو نمیخوایم. و بعد از طرف دیگه هم تصمیم گرفتن که هر وقت دلشون بخواد پارازیت بندازن روی تلویزیون فارسی بی بی سی، که این هم برخلاف همه مقررات بین المللیه، کاری که جمهوری اسلامی میکنه. و در روزهای خاص مثلا حدود یک سال نیم پیش که ما یک برنامه‌ای در مورد خود آیت الله خامنه‌ای درست کردیم که ایشون چگونه در ایران حکومت میکنه به نام خط نشان رهبر، چون تو دنیا و حتی در بین ایرانی ها این تصور وجود داره که گویا قدرت در ایران در دست رئیس جمهوره، چون آقای احمد نژاد زیاد سر صدا ایجاد میکنه، حرفای گاهی اوقات تند میزنه از نظر جهانی، اما فکر کنه ایشون رهبره. ما میخواستیم تو این فیلم نشون بدیم که رهبر واقعی در ایران آقای خامنه ایه، اینم دفترشه، اینم افرادی که براشون کار میکنه، و اونا از این چیزا اصلا خوششون نمیاد که شما در مورد آقای خامنه ای بخواید کوچکترین اظهار نظری بکنید. برابر این شدیداً برنامه‌های ما رو از همون زمان پارازیت انداختند و ما به نهادهای بین‌المللی شکایت کردیم، دولت‌ها در این زمینه اظهار نظر کردند، اتحادیه اروپا قطعنامه صادر کرد، محکوم کرد کار دولت ایرانو. فکر کنم شما در یک کنفرانسی در بروکسل در بله من در پارلمان اروپا رفتم، اونجا سخنرانی کردم. هر جا میرم این روزا این اقدام محکوم میکنیم، برای اینکه میخوام همه در دنیا اطلاع داشته باشن که این کار بسیار کار زشتیه برای هر دستگاه تلویزیونی که انجام بگیره، یعنی برای هر کسی. نه من نمیگم، خود جمهوری اسلامی هم در ذهن خودش قربانی پارازیت اندازی توسط دیگرانه، یعنی خودش پارازیت میندازه مثلا روی کانال فارسی زبان، بعد خب احتمالاً کشورهای دیگه روی کانال‌های عربی زبان اونا مثلا میندازن یا انگلیسی زبانشو، من نمیدونم کدوم ها بیشتر، ولی خب من اغلب میخونم که جمهوری اسلامی هم شاکی از این مسئله. بنابراین واقعا اگه پارازیت اندازی بده که جمهوری اسلامی بگه، خودش هم نباید بکنه. ببینید ماهواره یک پدیده کشف بشریه که در آسمان هست که همه ما ازش استفاده بکنیم. شما برای برنامه‌های خودتون، ما برای برنامه خودمون، جمهوری اسلامی هم استفاده بکنه و باید رعایت بکنیم. اینجا فرکانس بنده است، اینجا فرکانس شماست، اونجا فرکانس جمهوری اسلامیه، همه باید به طور متمدنانه رعایت بکنیم. همونطوری که جمهوری اسلامی میخواد صداشو و تصویرشو مردم دنیا ببینن، خب بی بی سی هم میخواد صدا و تصویر اون رو مردم دنیا ببینن. درست. جمهوری اسلامی به خودش حق میده که از هاتبرد استفاده بکنه برای پخش برنامه‌های خودش، ولی میگه شما حق ندارید اونجا باشید، یعنی پارازیت میندازه روی ما، که کار بسیار زشتیه. و الان دنیا هرچی بیشتر آگاه داره میشه به این مسئله. خود جمهوری اسلامی الان قانونی هستش، ولی چه اقدامی میشه از نظر قانون؟ غیر قانونی از این جهت است، برای یه نهاد جهانی هست به نام ITU، اتحادیه جهانی ارتباطات، که وظیفش نظارت بر همین فرکانس هایی که کشورهای مختلف و کانال های مختلف دارن، که همه اینا رعایت بکنن. ایران هم عضوشه و متاسفانه این تشکیلات قدرت نداره که جلوی کشورهای خاطی مثل جمهوری اسلامی رو بگیره. من معتقدم واقعا باید همچین نهادی در دنیا بر قدرتش اضافه تر بشه و بتونه جریمه کنه یا حتی مجازاتهای سنگینتر برای کشورهایی که این اقدام انجام میدن. حالا این کشور میتونه ایران باشه، میتونه عربستان سعودی علیه ایران باشه، یا بحرین علیه ایران باشه، یا آمریکا علیه ایران باشه، من نمیدونم کی، هر کسی. من میگم همه باید این مسئله رو رعایت بکنن و همه بتونن از ماهواره استفاده بکنن. و این غیر از محروم کردن مردم از دسترسی به اطلاعات، در واقع از نظر جسمی و سلامتی انسان ها هم خیلی مضر. 100%. ببینید ما دو جور پارازیت اندازی داریم. یه وقتی که شما اصل موقعی که داره میره به ماهواره رو مخدوش میکنید، که اون نتیجهش این خواهد بود در سراسر جهان هیچ جایی هیچ کسی برنامه‌ت نمیتونه ببینه. مثلا حتی دولت ایران ممکنه بگه آقا من نمیخوام این برنامه در ایران پخش بشه مثلا، ولی موقعی که این کار میکنن، حتی مثلا بیننده فرض بکنید فارسی زبان در کردستان هم نمیتونه ببینه، چون همه دنیا قطع میشه. اون برای سلامت جسمانی زیاد خطری نداره، اصلا خطری نداره، البته خطر روانی داره، چون شما داری برنامه رو نگاه میکنی، این دفعه یکی اینو قطع میکنه، خب اعصابت خرد میشه. ولی یه نوع دیگه پارازیت اندازی داریم که پارازیت اندازی منطقی و محلیه، که اون واقعا از نظر بسیاری از کارشناسان
صدمه شدید وارد میکنه به سلامت مردم و اون کاری که جمهوری اسلامی شدیداً در داخل ایران انجام میده و حتی مقامات جمهوری اسلامی، حتی وزیر ارتباطات آقای احمدی نژاد، حتی شخصیت‌های مهم دیگر، بعضی از نمایندگان مجلس در ایران صریحاً گفتن این صدمه میزنه و دولت ایران نمیتونه چنین کاری رو با مردم خودش بکنه، برای اینکه اینا یه کانالی رو نبینن اینها رو بخوان صدمه جسمی بزنن به زنان باردار، احیانا بچه هاشون ناقص الخلقه بشن و سلام و خطرات دیگر سلامتی که ممکنه داشته باشه. واقعا این هم کار بسیار زشتیه و هیچ دولتی حق نداره همچین کاری رو علیه ملت خودش بکنه. برای اینکه شما مثلا یک برنامه رو نبینید به سلامت بچه توی متولد نشدتون صدمه بزنه. همه اینا از لحاظ جامعه جهانی محکومه. من امیدوارم که همه کشورهای روزی به این نتیجه برسن و خودشون اعتماد به نفس داشته باشن که مردمشون بتونن چیزهای دیگر هم ببینن و خودشون تصمیم بگیرن، پیامو بشنون، بشنون تصمیم بگیرن. چه ایده همینطوری که جمهوری اسلامی به زبان کردی برنامه پخش میکنه، به زبان بوسنیایی برنامه پخش میکنه، به زبان انگلیسی، عربی، به زبانهای دیگه فرانسوی جمهوری اسلامی برنامه پخش میکنه، یکی از بزرگترین کشورهای پخش کننده برنامه است و میخواد پیامش دیگران بشنون. خب چه ایرادی داره که مردم ایران پیام بی بی سی و وایس اف امریکا و غیره هم بشنون و بعد خودشون تصمیم بگیرن؟ لازم نیست که یکی اون بالا باشه بگه که من معتقدم شما فقط اینو بشنو و اونا نشنو، ولی خودم حق دارم به همه دنیا که هر چی من لازم ببینم به اونا بگم. ببین کار عجیب غریبیه اینا پیش میاد. در مورد در واقع جوایزی که استاد تلویزیون شما گرفته، ببین تلویزیون ما به نظر من موقعی که افتتاح شد یک استانداردی رو در رسانه‌های فارسی زبان ایجاد کرد که تا اون موقع وجود نداشت. استاندارد ما استاندارد بی بی سیه و به نظر من استاندارد بی بی سی استاندارد خیلی بالاییه، چه از لحاظ فن خبررسانی، این تکنولوژیش، فیلمبرداری، ادیت، رنگ و غیره، و چه از لحاظ محتوا. بنابراین خب این مورد هم جامعه فارسی زبانان در ایران و افغانستان و تاجیکستان و دنیا قرار گرفت و هم کسانی دیگری که حتی فارسی نمیدونن اهمیت کار ما رو پی بردن که ما چه کار مهمی داریم انجام میدیم برای فارسی زبانان. خب تا به حال چندین جایزه گرفتیم و همین هفته گذشته هم در ونیس یوتلسات که جایزه سالانه شو میداد، یوتلسات صاحب کانال هاتبرد هم هست که برنامه شما هم از این برنامه پخش میشه، اینا در ونیس هر سال جایزه میدن و یکی از برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی به نام شکسپیر از کابل جایزه بهترین برنامه رو گرفت و من و تیمی که درست کرده بودیم اونجا بودیم و واقعا برای من خیلی افتخار آفرین بود موقعی که اسم تلویزیون فارسی بی بی سی رو صدا کردم و من رفتم جایزه رو گرفتم. البته بلافاصله دادم به همکاران من که اونا درست کرده بودن، برای اینکه من نقشی در اون کار نداشتم. به هر حال از افتخارات ماست که تونستیم در این 4 سال خودمون رو تثبیت کنیم به عنوان یک کانال با استاندارد بسیار بالا. الان یک سوالی دارم که یه مقدار هم گلایه آمیز ممکنه تصور بشه سوال، ولی باید مطرح بشه، و اونم اینه که شما اشاره کردید به برنامه در واقع نوبت شما. من یادم هستش که در سال 2010 در 21 فوریه که در همزمان هست به حساب عنوان از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز زبان مادری برگزار میشه، در اون برنامه زبان‌هایی که در ایران رایج هستن، مثلا زبان کردی و زبان ترکی آذربایجانی، به عنوان زبان‌های محلی و اینا مورد بحث قرار گرفتن، یا اصطلاح محلی قوم از این اصطلاحاتی که به کار برده میشه. در واقع در مورد زبان کردی و در مورد زبان ترکی آذربایجانی این مسئله به هیچ وجه نمیتونه درست باشه، چون در حال هر دوی این زبان‌ها در همسایگی ایران زبان‌های رسمی و زبان‌های دولتی هستند و کسانی که در ایران به این دو زبان صحبت می‌کنند از نظر جمعیتی شمارششون اصطلاح جمعیتشون خیلی بالاتر و بیشتر هم از جمهوری آذربایجان و هم در منطقه فدرال کردستان عراق که در اونجا در طبق قانون اساسی عراق زبان کردی زبان یکی از زبان‌های رسمی اونجاست. شما یعنی چه همونطوری هم که گفتید که از اول یعنی به عنوان اصلی که خودتون به کار میبرید به عنوان اصل بی‌طرفی و اینها، در این زمینه این انتقاد رو چه جوابی دادید بهش؟ چون من یادمه که در حدود نزدیک به 1000 نفر این شکوایه رو امضا کرده بودن. بله، ببینید یکی از ایرادایی که از تلویزیون فارسی بی بی سی وصول از بی بی سی فارسی گرفته میشه همین مسئله زبان
کسانی که غیر از فارسی حرف میزنند و در این سرزمین بزرگ به نام ایران زندگی میکنند، کردها، ترکها، بلوچها، گیلکها و غیره، لورها، ترکمنها، همه اینا اقوام مختلف و ملیتهای مختلفی هستند که در سرزمین ایران زندگی میکنند و خیلی از ما ایراد میگیرند. من اولین جوابم اینه که ما کانال فارسی بی بی سی هستیم، یعنی ما کانال نه کردی هستیم نه ترکی هستیم، ولی هیچ ایرادی نمیبینیم که اگر اینجا مثلا اگه یه همکار من ترک زبانه و میره برنامه درست بکنه با اونجا با مردمش ترکی حرف نزنه. اتفاقا یکی از همکاران من آقای مهدی پرپنجی رفت آذربایجان، جمهوری آذربایجان، و فیلمی درست کرد در مورد یوروویژن و اونجا با همه ترکی حرف میزد، ما زیرنویس فارسی میذاشتیم. یا بنده خودم موقعی که یه فیلمی در مورد سفر در ایران داشتم، در رشت که بودم، اونجا ولایت من بود، با مردم گیلکی حرف میزدم. در مورد زبان گیلکی هم ازتون سوال میکنم. بله، خواهش میکنم. منظورم که ما ابایی نداریم از اینکه از این کانال مثلا به کردی یا فارسی یا گیلکی یا نمیدونم ترکی یا غیره پخش بشه، هیچ مسئله‌ای نیست. ولی کانال ما کانال فارسی زبان، کانال ما کانال فارسی زبان بی بی سیه. ولی در مورد این مسئله اینکه چرا در اون برنامه گفته شده محلی و ایراد هست، به نظر منم ایراد هست. ببین، یه مقدار این ما هنوز اصطلاحات جا افتاده‌ای نداریم برای اینجور چیزا که واقعا تفکیک بکنیم. مثلا حتی کردها در ایران فرض کنید، به اینا بگیم قوم، به اینا بگیم ملیت، به اینا بگیم ملت، به اینا بگیم چی؟ خب به نظر من هنوز در زبان فارسی شاید چیز جا افتادی که مورد قبول عامه باشه وجود نداره. اگه به یه نتیجه برسن از نظر ما هیچ فرق نمی کنه. اینجا اغلب کسانی که در بخش فارسی بی بی سی کار میکنن یا کردن یا ترکن یا گیلکن یا فارسن یا از مناطق مختلف اینا اینجا کار میکنن، یعنی هیچ کسی به کسی دیگری برتری نداره. اگه انتقادی هست من میپذیرم، ولی میخوام بگم هیچ قصدی نیست. ناکافی بودن واژگان فعلی ما شاید که گویا نیست برای بعضی ها، فکر میکنن مثلا اونا عمدی در کار نیست. اگه یک روزی واژگان درستی بشه ما استفاده میکنیم، خوشحالم میشیم که بزرگان زبان فارسی یه چیزایی درست بکنن ما هم استفاده. مثلا یکی از اینها میتونه زبانهای غیر رسمی در ایران بشه، مثلا به عنوان مثال. شاید من. شاید، ولی خب بازم یک کرد میتونه بگه آقا زبان من برای من رسمیه. چرا با هم میگه غیر رسمی؟ غیر رسمی در ایران، در عراق رسمی است ولی در ایران غیر رسمیه. خب بی تفاوته، یعنی شاید اینم، ولی میگم یه ده هنوز میتونم مناقشه درش ایجاد بکنم، بگن که خب زبان کرد ممکن در ایران نباشه ولی در یه جای دیگه خب رسمیه، یا ترکی در آذربایجان زبان رسمی کشوره. امیدوارم یه وقتی واژگانی باشه که همه رو راضی نگه داره و نیوترال و خونسا باشه. یک سوالی در مورد در واقع این گونه های مثلا زبان معیار در ایران و در افغانستان و تاجیکستان صحبتش کردیم قبلا، میخواستم ازتون سوال بکنم، شما بیشتر ارجحیت رو به فارسی ایران نمیدید در برنامه هاتون؟ بله، ببینید، ما موقعی که این بهار بی بی سی فارسی تأسیس شد و به خصوص تلویزیون، از بین لهجه های مختلف فارسی که ما داریم در ایران و افغانستان و تاجیکستان و حتی در داخل ایران، در داخل افغانستان، در داخل تاجیکستان هم لهجه های مختلف هست. در ایران شما لهجه اصفهانی دارید، لهجه یزدی دارید، لهجه شمالی دارید، غیر از زبان های اون مناطق دارم میگم، برای که خود فارسی رو با لهجه های مختلف حرف میزنن. شما در افغانستان هم همین دارید، شما لهجه مزار شریفی دارید، لهجه کابلی دارید، در تاجیکستان شما لهجه تاجیکی بدخشانی دارید، کولابی دارید، خوجندی دارید. ما باید یکی از همه انواع لهجه هایش و ده ها لهجه فارسی که حرف می زنند در این کشورهای فارسی زبان، یکیشون رو انتخاب می کردیم که برای همه یا حداقل اکثریت فارسی زبانان قابل فهم باشه، و اومدیم زبان فارسی رو انتخاب کردیم که در تهران و مناطق مرکزی ایران حرف زده میشه، که ما فکر میکنیم ایران فارسیش، جمعیت ایران چند برابر افغانستان و بقیه است، بنابراین اگه این رو انتخاب کنیم برای اکثریت فارسی زبانان قابل فهم. ما نمیتونیم چند تا لهجه داشته باشیم، بنابراین یه لهجه معیار انتخاب کردیم که اون لهجه‌ایه که در تهران حرف زده میشه و لهجه‌ای که ما لهجه بی بی سی الان هستش. ولی همکاران ما در افغانستان موقعی که گزارش تهیه میکنن فارسی رو به لهجه کابلی حرف میزنن، هیچ ایرادی هم از نظر ما نداره.
یا اگه کسی بخواد از تاجیکستان برنامه پخش میکنه به لهجه تاجیکی حرف میزنه، ما هیچ ایرادی نمیبینیم. ولی کسی که نشسته در ست و یک و خبر داره میگه، ما فکر میکنیم بهتره به یک لهجه حرف بزنه که برای همه قابل قبول باشه. نمیتونیم یکی به لهجه فارسی تهرانی حرف بزنه، یکی کابلی حرف بزنه، یکی یعنی اصفهانی حرف بزنه. فقط برای فهم بی بی سی یک معیاری برای خودش باید داشته باشه. بله، در بی بی سی انگلیسی هم همینطوره. شما بی بی سی انگلیسی هم نگاه کنید، شما میتونید لهجه آمریکایی حرف بزنید، استرالیایی حرف بزنید، یا در خود بریتانیا شما لهجه اسکاتلندی دارید، ولزی دارید، لندنی دارید، همینا هست دیگه. در بی بی سی انگلیسی هم یکی از اینا رو انتخاب کردن به عنوان لهجه معیار که اکثریت بفهمن. ما نمیخوایم با این کار یک اقدام سیاسی یا ایدئولوژیک بکنیم. زبان برای ما یک معیاره که افراد بیشتری بفهمن اون لهجه رو. ما فکر کنیم این کاری که ما کردیم برای اکثریت مردم قابل فهمه و هیچ تصمیم سیاسی نیست. در مورد تاجیکستان میخواستم سوال بکنم، یعنی به نسبت مثلا ایران و افغانستان در مورد تاجیکستان برنامه مشخصی که در واقع مخاطبینش در اونجا باشه کمتر نیست؟ یه مقدار کمتره، یه مقدار به دلیل علتش چیه؟ علتش یه مقدار اینه که در تاجیکستان اصولا خبر کمتره. راستش بخوای ببین، ایران خب 30 سال خط اول خبر دنیاست، همیشه در مورد ایران یه خبریه به خاطر تحولات ایران داخل کشور، همیشه درگیری هست بین جناها، الان بین آقای خامنه ای و احمدی نژاد، یه وقتی بین این و اون، و بعد درگیری های ایران با جامعه جهانی به خاطر مسائل هستی غیره، همیشه ایران خبره. بنابراین همیشه نه فقط ما در بی بی سی فارسی، بلکه همه رسانه ها به ایران اهمیت میدن. افغانستان جنگه، 30 سال اونجا جنگ داخلیه، نیروهای ناتو اونجا هستن و جنگ داخلی هست، طالبان هست. من مهمه، شما در تاجیکستان اینقدر تحولات خبری ندارید، ولی اخیرا در تاجیکستان هم که در منطقه بدخشان درگیری شده بود، خب ما مفصل گزارش دادیم. گرچه دولت تاجیکستان هم باز هم برخلاف همه مقررات خبری جهانی خبرنگاران ما رو نذاشتن برن اونجا و ما هم گلایه کردیم نذاشتن خبرنگاران ما برن اونجا که از محل گزارش تهیه کنن، ولی تهیه کردیم. علتش به نظر من یه مقدار آرام بودن به اصطلاح اوضاع در اونجاست، نه دلیل خاصی نداره. آقای صبا، من میخواستم در مورد در واقع زبانهایی که در ایران رایج هست، که از زبانها هم در منطقه شمال ایران زبان گیلکی هستش و شما گفتید که خودتون به هر حال از اون خطه میایین، اینا میخواستم یه مقداری هم راجع به زبان گیلکی توضیح بدید. ببین، در مورد اینکه گیلکی آیه زبان هست یا لهجه، خب بین زبانشناسان بحث هست. من خودم زبانشناس هست نیستم و نظری ندارم، ولی اینو میدونم که اگر شما برید به روستاهای گیلان و گیلکی حرف بزنی، کسی نمیفهمه جز گیلک. برای این شاید به این اعتبار گیلکی واقعا زبان هست، ولی گیلکی که در شهرهای بزرگ مثل رشت صحبت میشه واقعا گیلکی نیست. این فارسیه که همه کلمات فارسی استفاده میکنم در یه چارچوب مثلا گیلکی، ولی گیلکی واقعا اصیل رو بخواید شما صحبت بکنید برای غیر گیلک قابل درک نیست. شاید به این اعتبار واقعا یک زبانه، ولی اون چیزی که من میتونم بگم اینه که واقعا گیلکی بسیار غنی است. شما مثلا به موسیقی گیلان اگه نگاه بکنید در دهه 1330، حتی قبل از اون، یه موسیقی بسیار غنی ما به زبان گیلکی داریم و شعر بسیار غنی به زبان گیلکی داریم. ما بسیاری از شاعران چه کلاسیک داریم که به گیلکی شعر گفتن در قدیم، چه اخیراً شاعرای زیادی داریم چه به سبک نو چه به سبک قدیم به گیلکی شعر میگن. حتی مجلاتی داریم در گیلان منتشر میشه که نصفشون به گیلکیه، نصفشون به فارسیه. ولی اینکه حالا حتما زبان هست اینا من نظری ندارم، ولی یه چیزی دیگه هم میخوام بگم اینه که من خودم تو خانواده خودم با کسانی که از من بزرگتر هستن به گیلکی صحبت میکنم، با کسانی که از من جوانتر هستن فارسی صحبت میکنم. یعنی تمام خواهرزاده ها و برادرزاده های من که ماشاءالله حدود 20 تا هستند و اغلب مثلا سنشون حدود 20 تا 30 سال و این حدود است، من با همه اینا فارسی صحبت میکنم. برای کسانی که در شهرهای بزرگ مثل گیلان زندگی میکنن، گیلکی به شکلی داره از بین میره و اونا فقط فارسی حرف میزنن. یعنی خواهرزاده های من و برادرزاده های من تو رشت زندگی میکنن ولی فارسی حرف میزنن، با خودشون فارسی حرف میزنن،
و پدر مادرهاشون اونا با اینا گیلکی حرف میزنن، اینا با اونا فارسی حرف میزنن. من خودم با همه کسانی که از من جوانترم به گیلکی حرف میزنم و من فکر میکنم زبان گیلکی یکی از زبانهاییه که به طور طبیعی تحت تاثیر تلویزیون و تحت تاثیر نزدیکی مردم به تهران، تحت تاثیر رفت آمدهای زیادی که در صورت میگیره، به طور طبیعی خود به خود در شهرهای بزرگ داره ضعیف میشه. من فکر کنم این واقعیتیه در مورد گیلکی. در مورد کردی و ترکی من نمیدونم، فکر کنم اونا خیلی ریشه دارتر هستن و شاید به این حد نرسیده، ولی گیلکی داره این وضعیت رو پیدا میکنه که به طور طبیعی بدون اینکه فشاری شاید روش باشه، حداقل فشار سیاسی، فشار دیگه هست، چون از لحاظ فرهنگی یک جوان تحصیل کرده گیلک فکر میکنه اگه فارسی رو بهتر حرف بزنه خب بهتر میتونه کار پیدا کنه در تهران و کسی هم به لهجهش نمیخنده، براش هم جوک هم نمیگه. این فشار فرهنگی است، ولی زور سیاسی به اون معنا نیست که شما گیلکی حرف نزنید، ولی خب از لحاظ فرهنگی خب فشار هست و این داره ضعیف میشه به نظر من گیلکی. من آخرین سوالمو میخوام مطرح بکنم. میخواستم ببینم که در واقع بی بی سی که بر پایه زبانها برنامه‌هاش ارائه میده نه بر پایه یک کشور و اینا، چرا تا به حال مثلا فرض کنید به زبان کردی برنامه نداره، در حالی که اگه مقایسه بکنیم فرض کنید با رادیوی صدای آمریکا الان در حدود 20 ساله که به زبان کردی مثلا برنامه پخش میشه. اگه از من بپرسید یکی از کمبودهاست در بی بی سی فارسی، در مثلا میخوام در بی بی سی به طور کلی، من همکاران کرد در بی بی سی فارسی خیلی زیاد داشتم، از حجیر که در گذشته بود، بعد مظفر شافعی، الان جیار و شادی و همکار فرزاد، آقای فرزاد و همین، ما همیشه همکاران کرد داشتیم و بخش بعضی از همکاران کرد ما خیلی هم میرفتن مدیران ارشد بی بی سی رو میدیدن، میگفتن آقا چرا یک برنامه به زبان کردی نیست. به نظر من یکی از کمبودهاست در این تشکیلات. من شخصا امیدوارم یک روزی ما برنامه به زبان کردی هم داشته باشیم. البته خب یه مدار اگه هم کردی داشته باشیم بعد باید تصمیم میگیرن کدام لهجه کردی باشه. حتما شما هم این مشکل در کانالتون داری، سورانی باشه، کرمانجی باشه، اورامانی باشه، اونم هست. ولی این دلیل اصل دلیل نمیشه به نظر من. میشه یه رای پیدا کرد. حتما شما هم در کانالتون یه رای پیدا کردید. من فکر کنم یک نقیصه است در این تشکیلات. امیدوارم که یه وقتی مدیران ارشد بی بی سی به فکر این بیفتن که برای کرد زبان ها هم برنامه به زبان کردی داشته باشن. خیلی متشکرم آقای صادق صبا. قربون شما. خیلی ممنون.